25 فروردین ماه 1402 خورشیدی و 14 آوریل 2025 میلادی. امشب در صفحه آخر به حمله های شیمیایی به مدارس دختران میپردازیم، به چگونگی جانباختن آریان خوشگوار 17 ساله به دست مزدوران جمهوری اسلامی در سنندج میپردازیم و به خیریه های جنایتکار آیت الله ها و سرداران سپاه. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. هفته گذشته باز حمله های شیمیایی به مدارس دختران موضوع اصلی نگرانی مردم و حیرت همگانی بود. روز 22/1402 مدرسه ما دبیرستان چلو گاز زدن، حدود نیم ساعت یا یک ساعت در مدرسه باز نبود، نذاشتن ما بیایم بیرون و الان وضعیت اینه. بچه ها حالشون بد شده، میگه قدیمی مشکل گذشته داشتن و هیچ کسی پاسخگو نیست. این وضعیت بچه های ماه، هیچ کی پاسخگو نبوده از اون موقع تا حالا. نه اون برانستان هلال رحمت بچه هم رفت بیبارستان، این دبیرستان طولو، معلم های ما به داده ما رسیدن و خودمون، هیچ کی دبیران رو نمیذارن بیان بیرون. هنوز هیچ سرنخی از آمران و عاملان این جنایت ها مقامات پیدا نکردند. ولی دوربین های نظارتی تشخیص چهره هر کسی رو که رعایت حجاب نکنه عکس و مشخصاتش رو ثبت میکنن. برای حفظ اسلام این مهمه. نیروی انتظامی به جای اینکه امنیت مردم مسئلهش باشه، برنامه و روز شروع مقابله با حجاب اختیاری رو اعلام میکنه، با به قول خودشون بد حجابی و کسانی که قانون حجاب رو رعایت نمیکنن. فرمانده نیروی انتظامی میگه 25 فروردین شروع میکنیم، میزنیم، میگیریم، فلان میکنیم، بهها میکنیم. نه دولت، نه رهبرش، نه پلیس، هیچ کدوم مسمومیت های گسترده دانش آموزا رو نمیبینن، انگار اصلا وجود نداره. زمستان سال گذشته بعد از بیش از 3 ماه که از حمله های شیمیایی به مدارس گذشته بود و به گفته خودشون بیش از 5000 دانش آموز در 25 استان و به گفته منابع غیر حکومتی بیش از 13000 دانش آموز رو مسموم کرده بودن، خامنه ای با گفتن یادتونه دیگه گفت عوامل این چیزی که میگن مسمومیت، گفت اینو شناسایی کنین بعد از 3 ماه و نیم، و با گفتن این در واقع آتش بس داد. از فردای سخنرانی خامنه‌ای برنامه مفصلی داشتیم، دیگه مسمومیت دخترای دانش آموز در کار نبود، تمام شد. خب همه تردیدها برطرف شد. ساده ترین ذهن آدمی هم فهمید که کار خود حکومت بوده و سازمان یافته انجام می شده. خامنه‌ای آتش بس داد، دیگه نکرد. حالا این بار از حدود 10 روز پیش که دوباره گسترده شروع شده، همون روز اول دولت بخشنامه داد به رسانه ها که حق انتشار خبر مسمومیت دانش آموزا رو نداریم. ببینیم دیگه، این اطلاعیه دولت به رسانه ها، من دیگه نمیخوام این مزخرفات که نوشته رو تکرار کنم، حق ندارین دیگه منتشر کنین. و خبری هم دیگه منتشر نشد تو این دور جدید، نه در سیمای آقایون، نه در هیچ رسانه حکومتی دیگه. ولی دامنه مسمومیت ها باز گسترده است. فقط در روز سه‌شنبه 22 فروردین به 28 مدرسه دخترانه در 14 استان حمله شیمیایی شد. هر نقشه‌ای که حکومت داشته باشه، حکایت خیاطی که در کوزه میفته. همین الان میبینین بعضی شهرها مدارس تقلق شده، سقز کاملا مدارس تعطیل شدن، مدیرای خیلی از مدارس بانه از اولیا خواستن بچه‌هاشون رو نفرستن مدرسه تا زمانی که امنیت کامل در مدارس برقرار بشه. مدرسه ها یکی یکی دارن تعطیل میشن و انرژی و خشم دانش آموزا باز تو خیابون بر سر حکومت فرود میاد. بزنین بخشایی از بیانیه
انجمن صنفی معلمان کردستان رو براتون میخونم. گستردگی، تداوم و عدم کنترل و اشراف نهادهای عریض و طویل امنیتی کشور در جریان مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان نشان می‌دهد که حملات جنایتکارانه کودک‌کشی و مسمومیت دانش آموزان بالاخص در مدارس دخترانه کاملا سیستماتیک و سازماندهی شده در جریان است. سهل‌انگاری آمدانه نهادهای مربوطه در شناسایی، مجازات و شناساندن عاملان، آمران و آبشخور فکری این جنایات عظیم و سیستماتیک، پرسش‌ها و ابهامات بسیاری در افکار عمومی ایجاد کرده که لازم است حاکمیت که مدعی اشراف اطلاعاتی بر داخل و خارج مرز هاست، برای تنویر افکار عمومی اقدام به شفاف سازی و پاسخگویی کند که در غیر آن خشم و انزجار عمومی فراتر و فراگیرتر از قبل آهاد مردم و حتی قشر خاکستری و بیتفاوت جامعه را هم در بر خواهد گرفت. از جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی در مقابله با جنبش انقلابی مهسا مرتکب شد، تیراندازی‌های ظاهراً بی هدف که در جریانش اون گل مردم ایران بورفلک خدای رنگین کمان کشته شد، گفتن کیان پیرفلک، که چی؟ گفتن که ما اول گفتن بی هدف تیراندازی کردیم، مردم گفتن همین جوری تیراندازی کردن. بعد خبر رو شنیدین دیگه، با اسم و مشخصات پدر کیان پیرفلک هفته پیش اعلام کرد که چه کسی با همدستی چه کسانی ماشینشون رو برگبار بستن و پسرش رو کشتن. خب این در کنار کتک زدن های وحشیانه مردم تو کوچه خیابون، همینجوری بارها خودتون دیدین، بارها شنیدیم، تو اخبار شنیدیم، فیلماشو دیدیم، ویدیوهاشو دیدیم، تو کوچه خیابون ناگهان اوباش حکومتی میریختن سر یه آبری، زن، مرد و میزدن به قصد کشت. یکی از بچه هایی که دست اوباش حکومتی افتاد محمد آریان خوشگوار بود. آریان خوشگوار 18 اردیبهشت امسال 1402 باید 18 ساله میشد. 6 روز قبل از نوروز 1402 جان داد. 4 ماه بیمارستان بود، از زخمایی که در 20 مزدور حکومت بهش زده بودن. 26 آبان 1401 تو سنندج تو کوچه بهش حمله کردن، انقدر زدنش که به حال مرگ افتاد. وقتی رهاش کردن و رفتن و به دلیل ضرباتی که مخصوصاً به سرش زده بودن کاملا از حال رفته بود، وقتی که گورشون رو گم کردن مزدوران، همسایه ها خونه های اطراف که شاهد جنایت بودن و میترسیدن بیان دخالت بکنن، بردنش بیمارستان. یکی از نزدیکان آرش خوشگوار به شبکه حقوق بشر کردستان گفت پس از جانباختن آریان، ماموران امنیتی در بیمارستان کوثر سنندج حضور پیدا کرده و از خانواده به تعهد کتبی گرفتند که حق اطلاع رسانی در این مورد و برگزاری مراسم را ندارند. این ماموران پدر آریان را تهدید کرده بودند اگر تعهد کتبی را امضا نکند جسد او به خانواده تحویل داده نخواهد شد، و پدر آریان هم مجبور شده بود این تعهد را امضا کند. آریان خوشگوار دانش آموز سال سوم دبیرستان شهریار نمکی سنندج بود. پیشتر در آبان 98 در جریان برگزاری اعتراضات مردمی سنندج، یکی از بستگان آریان به نام زیبا خوشگوار به دلیل شلیک گاز اشکاور دچار مشکلات تنفسی شده بود و پس از 2 روز بستری شدن در بیمارستان جان خود را از دست داد. خانواده این شهروند آن زمان به دلیل تهدید نهادهای امنیتی علت مرگ وی را بیماری اعلام کردند.
چرا تو کوچه خیابون ریختن سر این بچه یه گل به این روزش انداختن؟ چه اتفاقی تو بیمارستان افتاد؟ بیمارستان کوثر واقعا زنده موندن آریان ممکن نبود، تیر خورده بود بعد ریختن سرش؟ جواب این سوالا رو از مادر آریان خوشگوار به برنامه صفحه آخر بشنوید. پسر من اصلا تیر نخورد. پسر من روز پنجشنبه بود 26 آبان سر کار بود، تا ساعت 5:30 من باهاش حرف زدم تلفنی. ای گفتم داری چی کار میکنی؟ گفت دارم میام به سمت خونه، مغازه باباش تو حاجی آباده. از تو مغازه باباش که در اومده بود شلوغ بود، نیومده بود بیرون تا شلوغی تموم بشه. وای ساده بود تا اینکه شلوغی تموم بشه اومده بود بیرون. مامورم که دیده بود مثل کسی که بگه من که با اینا من که کاری نکردم، اینا با هم کاری ندارن. راه خودشو میاد، از کوچه بالا که بیاد به سمت خونه 20 نفرن، 10 نفرن، نمیدون، یکی با قمه، یکی با چاقو، یکی با باتوم، هر یکیشون به یه جوری میزننش. انقدر میزنن با قمه، میزنه تو سرش یارو. با همین سمندای دولتی هستن، یه سریشون لباس فرم تنشونه، یه سریشون لباس شخصی هن، یه سریشون ماسک داره، یه سریشون ماسک نداره. همین جوری میندازنش، میرن دنبال یکی دیگه. یکی از همسایه ها وقتی میبینه کوچه خلوت شده میاد پسرمو میبره تو کشون، میبرنش بیمارستان. وقتی من رسیدم بیمارستان پسرم هوشیار بود، گفت مامان چرا اومدی؟ گفتم چی شده آریان؟ گفت زدنم. گفتم کی زدت؟ گفت مامورا زدن. گفتم گوشیت کجاست آریان؟ گفت بردنش. بعد اینا که اینا ازش عکس برداری کردن تو بیمارستان و دیگه آوردنش، آریان تشنج کرد، دوبار تشنج کرد و دیگه بیهوش شد. گفتن انقدر ضربه سرش انقدر سخت بوده برای سر اون ضربه اینجوری تشنج کرده و بیهوش شده. انقدر خون ازش رفته بود، 2-3 ساعت این بچه ازش خون رفته بود، هیچی خون تو بدنش نمونده بود. با چاقو انگشتاشو بریده بودن، همه جای بدنش انقدر زده بودن، همه جاش کوفته و شکسته شده بود، حتی یه ناخونش سالم نبود. رفت تو کما، بیهوش شد و رفت تو کما آریان. بعد سه هفته و نیم بود یکم چشماشو باز کرد دیگه. بعد یه ماهی گذشت، گفتن باید این واسه غذاش، واسه تغذیهش یه لوله‌ای بذارن تو شکمش، تو رودش، واسه تغذیهش این بهتره. اول من مخالفت کردم و رضایت به عمل ندادم، ولی گفتن همین دکتر ماجدی بود رئیس بیمارستان کوثر که رئیس آی سی او هم هست، به همون گفت این خوبه و واسه تغذیهش این بهتره و بذار یکم جون بگیره. پسر من 80 کیلو وزن داشت دیگه. اینا رو گفت هر وقت باشه این که فعلا به هوش نیومده واسه تغذیهش باید همین کار رو بکنی، چرا دیگه از این بیشترم ازش بگذره. رضایت به عمل داد و بردمش تو اتاق عمل. البته بعد اینکه چشاشو باز کرد خواستیم از بیمارستانم ببریم یه جای دیگه انتقال بدیم، نذاشتن. گفتن همین رئیس بیمارستان گفت برید نامه حراست بیارید تا ترخیص کنیم. این رئیس بیمارستان که میگه نامه حراست بیارید تا ترخیص کنیم، دکتر آزاد ماجدی، اصلا دکتر بیهوشیه؟ چه کار است که جواب تخصصی درباره حال عمومی بیمار میده به این پدر مادر؟ بیمار که چه عرض کنم، چرا میگه که چرا نمیذاره ببرنش بیمارستان؟ چرا میگه که برین نامه حراست بیارین؟ اصلا گماشته حکومت آزاد ماجدی، درست وسط جنبش انقلابی ژینا، 16 مهر ماه 1401، دولت همین سید قاتل رئیسی، آزاد ماجدی رو
به سرپرستی بیمارستان کوثر گماشت موقت. هدف داشت دیگه. جناب آقای دکتر آزاد ماجدی، احتراماً با توجه به شایستگی، توانمندی و تجارب جناب عالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر منصوب می شوید. امید است در راستای اهداف متعالی وزارت مطبوع و در نظر گرفتن منشور اخلاقی دانشگاه منشأ خدمات مفید و ارزشمندی باشید تا با رعایت کامل جوانب شرعی و قانونی و با مسئولیت خود وظایف محوله را به انجام برسانید. این از طریق دانشگاه علوم پزشکی جزء بیمارستان ها، یعنی بیمارستان زیر مجموعه وزارت بهداشت و دولت ابراهیم رئیسی است که میان 16 مهر آزاد ماجدی رو میکنن رئیس بیمارستان، دکتر بیهوشی رو، و نمیذاره بچه رو ببرن جای دیگه از این وضعیت. حالا این شخص، همین دکتر ماجدی که بردن آریان رو به بیمارستان دیگه دستور داره که نظر انجام بشه، قراره چی کار بکنه با این بچه؟ بعد اون که بردنش اتاق عمل جراحی، این جراحی روده چشم‌استومی رو دکتر فؤاد مجیدی براش انجام داد، نمیدونم به نام او ثبت شده بود، نمیدونم خودش انجام داده بود یا داده بود رزیدنت، اینا رو من نمیدونم. اصلا نمیدونم تو اتاق عمل با بچه من چی کار کردن. از اتاق خودشون میگفتن که این عمل ساده ایه، بردنش اتاق عمل، آوردنش بیرون، اصلا شکل و شمایل پسرم یه جوری شده بود که انگار رفته بود همون شب اولی که کتک خورده بود. بردنش بعد اون همون شب ضربان قلبش خیلی بالا رفت. دیگه از اون به بعد پسرم هم تا 2 هفته هر کی بهش بیدادن از اون لوله هم برگشتی داشت، تا جایی که کیسه بهش بست کرده بودم به رودش، به همون لوله که گذاشته بودم، خودشون بهش میگن ژژنستومی. یه سر روزی 20 بار این پسر من مایه صفراوی استفراغ میکرد، هیچی هم غذا داخل شکمش نمیرفت، هیچی نمیگرفت، هرچی بهش میدادن پس میداد. همین دکتر ماجدی که رئیس آی سی او، رئیس بیمارستانم هست، گفتم چرا استفراغ میکنه، عکس شکم و لگن براش نوشت، گفتن صفراش سنگ داره، مال اینه استفراغش. استفراغش هیچ کار کاری نمی کردم براش، هی می گفتم باید خودش خوب بشه. رفتم از بیرون، رفتم پیش چند تا دکتر آوردم، خودم رفتم مطب پیش این دکترها از بیرون، بهشون گفتم تو رو خدا بیای یه ویزیت آریان رو ببین این استفراغ ها برای چیه. دکتری اومده عکسش رو میبینه تو بیمارستان، میگه اصلا این استفراغ ها هیچ ربطی به صفرا نداره، صفراش اصلا حتی تو این حدم نیست که بخواد عمل بشه یا دردم ایجاد کنه. بعد اون دوباره بردنش، این دکتره که اینجوری گفت، دوباره عکس ازش گرفتن و بردنش اتاق عمل، گفتن لوله‌ای که براش گذاشتن خراب بوده و خراب گذاشته شده و مسدوده. بعد اون دو سه روزی یه سرم بهش وصل کردن همونجا به رودش، اونم هی پس میداد، بعد از رودش ترشح داشت، تمام پوست تنش سوخته بود، هیچی هم نمی گرفت، حتی آب هم جذب بدنش نمی شد. دیگه نمیدونم از بی علمی خودشونه، از بی سوادی خودشونه، نمیدونم برای چی این کارو کردن با این بچه، نمیدونم به یه جایی وصلن، از یه جایی دستور میگیرن، عمدن اینجوریش کردن. منو این دیگه اینو نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم. دیگه آخر سر به هم گفت، همین رئیس آی سی و دکتر ماجدی به هم گفت قلبش ضعیف شده و ببریش یه جایی. گفتم حالا میگی به هم ببریش یه جایی، حالا که دیگه اینقدر ضعیف شده، حالا دیگه میدونستن، همشون میدونستن که داره میمیره بچه من. به هزار بدبختی دکتر تو اون تعطیلات دکتر براش پیدا کردن تو تهران، بردمش به بیمارستان خصوصی تو تهران، بردمش اونجا، اصلا همشون میگفتن این لوله رو چرا گذاشتن واسه این بچه، این واسه آخرین مرحله تغذیه است. اصلا خودشون مونده بود
دیدم میگفتن چرا اینو اینجوری گذاشتن، اصلا در آوردن لوله هم میگفتن هیچ کاری نداره، میگفتن همون الان میدونستن که این لوله ضرر داره واسه این بچه، میتونستن راحت در بیارن، چرا درش نیاوردن انقدر این بچه ضعیف شده، هیچ کاری دیگه گفتن اصلا این توانه اصلا جراحی هم نداره. بازم آوردمش دوباره اینجا، دیدم که اینقدر حالش بده، هی آوردمش تو بیمارستان کاسر. همون شب دیگه ساعت 9:30 بود رسیدیم بیمارستان، ساعت 3:30 شب بود دیگه زنگ زدن گفتن فوت کرده آریان. این پرونده ها کی میخواد رسیدگی بشه؟ این که فرمودن ایشون که تلفنی اطلاع دادن، چون دلت چینه که فقط اینو من توضیح بدم که مطلقا نمیذاشتن شب مادر تو بیمارستان بمونه، روزا هم ساعتهای معینی با اصرار زیاد میتونست پیش بچهش باشه. و اما مؤسسات خیریه و جنایت هایی که از طریق مؤسسات خیریه در ایران انجام میشه، البته مؤسسات خیریه متصل به مسئولان و مقامات حکومتی و اطرافیانشون، هیچ تعداد مشخصی در دست نیست که چند تا مؤسسه خیریه تو ایران هست. آمار ندارن. از 14,000 تا 40,000 مؤسسه خیریه میگن تو ایران هست، میگن. آمار دقیق نداریم. کجا باید ثبت بشن قانونن؟ سازمان بهزیستی. خب بهزیستی مگه آمار نداره؟ نداره. میگه ثبت نمیکنن. میگه رو هم رفته 170-180 تا مؤسسه خیریه اومدن ثبت کردن. از حدود میگم آمارش هست تا 40,000. خب پس چه جوری فعالیت میکنن که همشون با اسم و رسم و مشخصاتشون رو میدن به اداره مالیات؟ خیلی هاشون سایت دارن، میدن به اداره مالیات که مالیات ندن، ما انقدر خرج کردیم، انقدر دخل کردیم، دخل داشتیم، هرچی پول از هر جا میاد وارد مؤسسه میکنن و ازش خارج میکنن بدون اینکه کسی بدونه. حقیقتاً غیر از مؤسسات خیرین مدرسه ساز که دستشون درد نکنه و چند خیریه شناخته شده مربوط به کودکان بیمار مثل محک، که من البته از جزئیاتش اطلاعی ندارم، ولی به هر حال آنچه که مشهود است این است که کارهای بسیار خوبی برای بیماران سرطانی، بچه های بیمار سرطانی کرده. باری بقیه معلوم نیست چی کار میکنن، یه تعداد اندکی هستن. اونایشون که آخونده و سپاهی ها اداره میکنن، اونا البته معلوم است که چه میکنن. تو برنامه هفته پیش به خیریه همای حکمت پرداختیم که خانواده سید محمد خامنه‌ای داداش بزرگه رهبر جمهوری اسلامی را انداخته برای پولشویی و فرار مالیاتی. این هفته به چند خیریه دیگه که به همین منظور تأسیس شده، به همین هدف میپردازیم. چند تا خیریه، خیریه انصار ولایت، خیریه متوسلین به امام رضا، نیکوکاری یاس فاطمتون نبی، توانبخشی امامی کاشانی، خیریه ریحانه، حالا اگه فرصت بشه به چند خیریه دیگه که مسئولان مرتبطان با حکومت راه انداختن. در بدنه حکومت هستن هنوز کسایی که میگن اینا حالا اگرم دزدی میکنن لااقل بخشی از پول دزدی رو میذارن واسه کمک به نیازمندا، مثلا رابین هود میشن، لااقل زیر بال یه عده رو میگیرن دیگه، هستن دیگه این ساده لوحان در بدنه حکومت هستن. یه ویدیو ببینین از تجمع یه از بانوانی که مثلا قرار بوده از زیر چتر خیریه ریحانه باشه. چیکار کنیم؟ ما دستمون به دست بندیم. نامه مجلس دادیم. نامه ریاست جمهوری دادیم. نامه به سازمان بهزیستی کل کشور
بدیم. بالاخره با جیغ و داد اومدن اینجا. فردا جمعه است، ما چیکار کنیم؟ هر جمعه آقای پاشانی میاد اینجا. ما هر جمعه آقای داریم میاد اینجا. این آقای کاشانی که همه رو با پول خریده تو ویدیو صحبتش هست، همون مردشور آیت الله مصباح، رضا مطلبی کاشانی، شریک از جمله شرکاش روزخون بیت پیشوا حجت الاسلام پناهیان. بریم اول جزئیات این خیریه رو بررسی بکنیم. در خدمت آقای فریبرز کلانتری هستیم. خوش آمدید آقای کلانتری باز به برنامه صفحه آخر. از همین خیریه ریحانه شروع کنیم. کی تأسیس شد؟ کیا ادارش میکنن؟ در واقع ازش سود میبرن؟ و از همه مهمتر چرا تأسیس شد؟ هدف چه بود؟ عرض کنم که خیریه ریحانه سال 1382 تقریبا 20 سال پیش تأسیس میشه. مؤسسین اولش همین آقای رضا مطلبی کاشانی هستن و آقای سردار علیرضا جزینی که ایشون سمت‌های مختلفی در ناجا داشته، بعدها که و البته پسرشون هم داماد آقای مطلبی کاشانی بودن که بعد جدا میشن از دختر آقای مطلبی کاشانی، بعدها که آقای محمد حسن ابوترابی فرد هم دخترشو میده به پسر آقای رضا مطلبی کاشانی عبدالرضا، در واقع ایشون و این داماد هم که داماد آقای ابوترابی فرد آقای عبدالرضا هم به این مجموعه در واقع اضافه میشن. در ظاهر هدف این خیریه نگهداری معمولان معلولان ذهنی و حرکتی بوده، اما در واقع و اون چیزی که در خلوت اتفاق افتاده یک بعدش همین فیلمی بود که نشون دادید، یعنی مجموعه ریحانه یک سری مراکزی داشته که بیشتر این املاک و اینها هم یه مقدارش وقفی بودی که بعد به این خیریه منتقل شده، یکیش همین باغ ویلایی بود که نشون دادیم در شمیرانات بود. اینا میان یه طرحی میدن میگن ما بیایم اینجا رو تجمیع کنیم همه اینها رو و این معلولان و این عزیزانی که دیدید اینا رو میگن میخوام شما رو برداریم ببریم در یک جایی در احمدآباد مستوفی، یعنی میگن ما میخوایم متمرکز خدمت رسانی کنیم، پس اینا رو جمع کنیم که حالا اون چیزی که پشت پرده بوده علازار مرغوبیت مثل همین باغ ویلای شمیرانات بوده که به هر صورتشون تخصص ویژه‌ای داره در اینکه این زمین‌ها رو تبدیل به برج کنه. در مرحله بعدی هم با توجه به شبکه گسترده‌ای که آقای مطلبی کاشانی داره در حوزه خیریه و همین ریحانه یکیشه، مثل علامه عسکری هست، بیماران سرطانی هست، اندیشه های نمیدونم مؤسسه فرهنگی، اندیشه های امام خمینی هست، قدیر ولایت علوی هست، خیرین امید کشور از خانه خیرین ایران هست، اهدافی که داره یکی از اهدافش به نظر من همین مثلا زمینخاری و تبدیل موقوف خاری و تبدیل به احسن برای خودش بوده. حتما اهدافی مثل در بعد که میایم نگاه میکنیم میبینیم که ایشون میاد اون شرکته که خود تکماکارون و علاوه بر اون دامداران، یعنی یک شرکت بزرگ، شرکت های بزرگ لبن و اینها رو هم میاره زیر مجموعه خیریه ریحانه. یعنی اگه شما در پروتوفیل این شرکت نگاه کنید میبینید که البته الان فقط تک ماکارون ثبت شده در اون اسناد، اما اون چیزی که من میدونم به اصطلاح دامداران هم هست که اینها رو میاره زیر مجموعه اینها که یک بتونه به این بهانه و به بهانه ای که ما داریم خدمت میکنیم یک فرار مالیاتی هم اونجا تشکیل بده، از سوء استفاده کنه از این بحث خیریه. ببینین این آقای مطلبی کاشانی آه
دلم میخواد یعنی یک جمع‌بندی بکنید از ارتباطاتش خلاصه، چون مثلا این آدم میره در کانادا هم داریم حالا عکسشو که اونجا مثلا کمک خیرانه مثلا میکنه. خب این و خب خانواده‌اش کانادان دیگه، خودش هم که یه پاش کاناداست یه پاش تو مرده شور خونشه با این منتظره که یکی اینو بمیره بره بشورتش تو زیر زمین خونه قصبیش که میگم قبلا داشتیم دیگه برنامه مفصل. ارتباطاتش مشخصا مخصوصا میخوام دقیق‌تر بهش بپردازین و سابقه فسادش مختصر این میشه جمع‌بندی بفرمایید. خواهش ببینید ارتباط های آقای مطلب کاشانی خیلی پیچیده است و خیلی گسترده است. از اون موقعی که همین آقای مردی که الان تولیت آستان قدس، ایشون در قم نماینده دفتر آقای خامنه‌ای بود، با ایشون ارتباط ویژه‌ای داشت، با خود آقای خطیب که اون موقع مدیر کل اطلاعات قم بود که بعد از اون اومد شد، بعد از یه تغییرات دیگه هم که داشت اومد شد مسئول حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، و با آقای محمدی عراقی و الان هم که خطیب که الان هم که وزیر اطلاعات منظور کنم وزیر اطلاعات، بله از دوستان ایشون اصلا اینها به صورت مشترک با آقای مروی که میره آستان قدس، آقای مطلبی کاشانی، آقای خطیب و این دوستان قدیمی جمع میکنه، اینا رو میکنه هیئت امنای صحن رضوی. این هستش حکمی که براشون میزنن. ارتباط ویژه‌ای با آقای پناهیان داره، حالا با آقای جاودان داره و خیلی سعی میکنه خودشو به بزرگان اخلاقی و عرفای حالا چه ایران و چه تهران مخصوصا متصل کنه. همین چند روز پیش شب قدر برام خیلی عجیب بود که ایشون اومده بود داشت خاطره میگفت از آقای میرزا عبدالکریم حق‌شناس. این برام خیلی جالب بود که این خودش یه برنامه میخواد که ما بیایم بگیم اصلا این چجوری بوده، چون من تو ریز جریانات حضور ایشون پیش آقای عبدالکریم حق‌شناس در مسجد امین‌الدوله هستم. ایشون یه کاسب خیلی عادی بوده در بازار تهران که بعد از انقلاب اولین شراکتش با آقای مهدوی کنی بوده، یه شرکت به نام سدید ایران که کار مداد و اینا تولید میکردن و اینا. همین مطلبی کاشانی رو دارین میگین دیگه؟ بله همین آقای مطلبی کاشانی. بله بفرمایید. بعد خواب با فامیلی که با آقای ابوترابی بعد فیدا میگه یه سهم عظیمی از مینو که دست در اختیار فرمان و مدیریت آقای همین آقای ابوترابی فرد توی به اصطلاح ستاد آزادگان بوده، مینو شرکت مینو بعد از چیز میدن به ستاد آزادگان از اون اموال قصبیه که بعدا میدن مال آقای خسروشاهی بوده اینا. بعد هم این جلوتر اومده تکواکاران رو به یه نحوی گرفته، جدیدن با یه نحو دیگه و شانتاج دامداران رو گرفتن از به اصطلاح صاحبان قبلی به اصطلاح دامداران که میگفتن اینا دراویش نعمت الله، یعنی تهمت هایی میزدن و کارهای رسانی و شانتاج رسانی عجیب غریب و برج سازی، برج مثلا برای بنیاد تاون ناجای پرونده بزرگ برج باران، چندین برج تهران، 7-8 از تالا بهترین تالارهای تهران، هم برای اینا اصلا یه لیست عظیمی هستش که در واقع آقای مطلبی کاشانی رو به یک ابر میلیاردری که جای مهر بر پیشانی داره تبدیل کرده در جمهوری و اینا از طریق این مثلا این مطلبی کاشانی با علیرضا پناهیان رو حالا صحبت میکنیم، با اونو با ابوترابی فرد که فامیلن با اون کرد، بله یکی از پسراش دوماد ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهرانه، و بعد با بقیه متعدد از این خیریه ها دارن. چه وسیله اینو میخوام اینجا یه مقدار روشن بکنیم که تو خیریه های دیگه نخواهیم در برش بحث بکنیم، چه از چه راهی اینا این خیریه ها رو تشکیل میدن؟ یعنی اینکه درآمدهاشون که اصلا معلوم نیست، هیچ حسابرسی در کار نیست، فقط یهویی توی بانکی در میاد که این آدم اینقدر بدهی داره به این بانک، یا مثلا درباره همین مطلبی کاشانی اردیبهشت 1401 670 تن ماکارونی رو احتکار کرده بود که رفتن
گرفتن و مثلا یه جریمه نمونم 500 میلیون تومانی هم مثلا ازش کردن که براش پول خورد مسخره است واقعا. همین آدم ها، همین همه رسانه هم شد دیگه، این برنامه هم داشتیم در این بار. اینا چگونه استفاده میکنن از این خیریه ها در واقع؟ اینو میخوام من بفهمم. بله ببینید، چون ببین این خیریه ها اولا که هیچ گزارش شفافی وجود نداره در مورد فعالیتشون، هیچ حسابرسی نمیشه، حسابرسی قانونی نمیشه در مورد دخل و خرج اینها، ورودی هاشون معلوم نیست، خروجی هاشون هم به طب معلوم نیست. اینا وقتی میان که دو تا شرکت بزرگی مثل تکماکارون و دامداران رو میارن زیر مجموعه خیریه، هدفشون چیه؟ برای اینکه فرار مالیاتی کنن، برای اینکه بگن آقا ما یه هرچی که سود در میاریم جا همه رو داریم صرف امور خیریه میکنیم. یه اطلاعات و یه رزومه ای هم میدن در مورد خیریهشون، نمیدونم ما چندین هزار آدم داریم، نمیدونم چندین هزار پوشک عوض میکنیم، روزی چند 20,000 تا قرص میدیم. اما اینا همه حرف هایی که خودشون میزنن، در واقع اصلا صحت سنجی نشده. یه سری آدم حتی چند تا روزنامه‌نگار بی‌طرف هم نرفته اونجا ببینن واقعا چه خبره. یعنی این چیزی که اینها میگن با اون چیزی که هزینه هاشون رو که نشون نمیدن به ما، هزینه هاشون نشون بدن. اینو هزینه‌ای که میکنن و میارن در اون سر فصلای مالیاتیشون که آقا ما کار خیر انجام دادیم، اصلا اینجا ما رو خیریه است، نباید ازش چیز بگیرید، مالیات بگیرید. پولشویی هم که به طب نه تو اینجا که هست، تو خیریه های دیگه هم هست، چون پولی که میاد قطعا بعدش که خارج میشه یه خیریه خارج شده دیگه معلوم نیست چیه سرنوشتی داره. یه طرفی میاد میگه میخوام آقا پولشو پولشویی کنه، یه حاجی بازاری دیگه که رفیق این هاست یه چکی مینویسه مثلا 100 میلیارد تومان دادم خیریه ریحانه. حالا از این 100 میلیارد تومان 10 میلیارد تومنشو برمی‌دارن هزینه میکنن، 90 میلیاردش هم بسته‌بندی میکنن، کادو میکنن، دست به دست میکنن، برمیگردن خدمت ایشون. می آقا بفرمایید. 100 میلیارد تومان اینجا پولشویی شد. اما هیچکی نمیتونه یعنی سرسنجی کنه بگه این واقعی هست یا نیست اصلا. یعنی 100 میلیارد که اومده ورود شده، خروجیش چی بوده؟ هزینه شده یا نشده؟ کجا رفته؟ اون طرفه که یه جای تاریکیه که ما نمیدونیم چه خبر اصلا. ببینین این علیرضا پناهیان، حجت الاسلام پناهیان، روزخونه بیت رهبر، تو خیریه های دیگه هم کار خیر میکنه، از جمله خیریه انصار ولایت. این خیریه به چه هدفی تشکیل شده؟ کیا تشکیلش دادن؟ چیکار میکنه آقای کلانتری؟ عرض کنم که واقعا ما هم یه سوال اساسی داریم و دقیقا این که اصلا این چرا کاری نمیکنه این خیریه، یعنی این خیریه انصار ولایت چرا کاری نمیکنه؟ اصلا چه نیازه که یه عده‌ای از سرداران غیر خوشنام سپاه که تاکت اینها آلودن، تنها به یه نمونش که رسانه شده به فساد هلدینگ یاست که گوشه کوچیک اون 13,000 میلیارد تومان تخلف بوده که رسانه ها گفتن، مثل مسعود مردادی، مثل عیسی شریفی، مثل محمود سیف، این آقای پناهیان، آقای حسن یا حسین، این همیشه موندیم اسم شناسنامی چون حسن، آقای حسین طائب، اینها و آقای توسیرکانی چی کار میکنن در این خیریه انصار ولایت و فاطر صادق؟ مگر سپاه، خود سپاه در حوزه های مأموریتی خودش برای محرومیت زدایی وظایف قانونی و اختیارات نداره؟ چرا به مأموریت های خودشون نمیپردازن دارن خیریه بازی میکنن؟ جالبتر از همه اینه که هیچ گزارشی و اثری از فعالیت های این خیریه ها وجود نداره، شما نمیتونید اصلا پیدا کنید. همین آقای توسیرکانی دو سه تا خیریه داشته که تعطیل کرده. خب تو اگه مثلا کار خیر انجام بدی تو همون دو سه تا قبلی انجام میدادی دیگه، نمیدونم اکرام نبوی و فلان و اینا، خب چرا اونجا کار چی شد که اومدی داره میری یه خیریه جدید میزنی، دوباره یه دونه خیریه دیگه میزنی؟ با این آدما، با حسین طائب رئیس مگر سازمان اطلاعات سپاه واقعا کار؟ بله تازه همین خیریه هم میبینه، همین انصار ولایت با مثلا یه طرفش که آقای حسن طائب به اسم شناسنامه ایش که حالا بگیم و نمیدونم حسین طائب وجود داره، یه طرف دیگهش آقای مهدی طائب مؤسسه شهید آوینی برادر ایشونه، یه شرکت بزرگ تولیدی داروهای آنتی بیوتیک و اینا دارن به نام کیهان داروشیمی، مدیر اون شرکت کیه؟
آقای محمد طایب، حالا اینا هنوز ما پیدا نکردیم که کیه، حالا فعلا که از فامیل اس و اقوام باید باشه. همین دوباره کیهان داروشیمی دوباره یه دونه آذران دارو کیهان دیگه زیر مجموعه داره، یعنی تو در تو شرکت های مختلف به اصطلاح چی. بعد شما ببینید که آخه مثلا من میگم که شما اینا این پولا کجا میره؟ همین دوتا خیریه کیف پول اینها، ما تو خودمون تو این برنامه اومدیم امروز کیف پول این هولدینگ یاس آقای حسن منبینی، ما یه بخش کوچیکشو باز کردیم دیگه. اینجا الان خبری که من دارم تا الان 1 میلیارد دلار پول کشور رو خارج کردن به مقصد مجارستان با کمک همین خانم نمیدونم پویان مهر و اون همسرش بود، یه دکتری بود اسمش هم یادم، آقای ده خدانیا. جالب از همه جالبتر اینه که اینا رفتن تو مجارستان، مثل آقای کاشانی بود که رفته 2 میلیون دلار پول داده تو کانادا، دستگاه سی تی اسکن خریده تقدیم کرده به بیمارستانی اونجا، عکسام براش انداختن. اینا هم رفتن اونجا خیریه کلینیک درمانی زدن تو مجارستان، سوراخ دارا خیلی خوب پیدا کردن. ظاهرا من فکر می‌کردم این سوراخ دارا فقط تو ایران کار میکنه، اما انگار که تو همه جا کار میکنه، یعنی در کشور اروپایی و آمریکایی هم این سوراخ دعا خوب کار میکنه براشون. و برای اینکه حساب کتابی در کار نباشه، همش یک مکنده، یک لوله وصله به همین خیریه ها. بله بله. ببینین اگه از بدین میخواستم یکی دوتا خیریه دیگر رو ازتون بپرسم، اگر این صحبتون اینجا خواهش بود. ببینین این امام جمعه و آخوندهای نماینده خامنه‌ای تو استانها اینا و سرداران سپاه، دو پای اصلی خیریهان هر جایی که میبینیم، بعضی از این خیریه ها انگار اصلا به طور مساوی بین این آخونده و سپاهی ها تقسیم شده، مثلا خیریه توانمند سازان خوزستان، از این سید ممدلی جزایری نماینده سابق خامنه‌ای و عضو مجلس خبرگانشون، عضو فعلی، و از اون یکی پایین سید ابوالحسن حسنزاده امام جمعه اهواز گرفته تا سردار شاهوار پور فرمانده سپاه ولی عصر خوزستان، اون قاتل مردم در نیزارهای ماشر سال 98، و سردار احمد خادم سید الشهدا فرمانده قرارگاه کربلا. اینا خیریه توانمندسازی خوزستان با اون با اون با اون استاندار دزد و شریک اسد بیگیا، در واقع شریک دوزی های اسد بیگیا در هفت تپه خوزستان، اینا با هم دیگه چی شد که این توانمند سازان خوزستان اینا با این ترکیب سرتیپ های سپاه و نماینده های ولی فقیه در استان تشکیل دادن؟ چه میکنه؟ واقعا من میگم این همین خیلی توانمندی سازی خوزستان یکی از مصادیق جوک های تاریخی این سرزمینه. مسئولان ارشد یک استان، از استاندار گرفته غلامرضا شریعتی، از نماینده مجلس خبرگان و نماینده قبلی رهبری، همین آقای به قول شما سید محمد علی جزائری، از آقای حسنزاده امام جمعه، از آقای شاوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان، از آقای خادم السید الشهدا، احمد خادم السید الشهدا فرمانده قرارگاه کربلا، در این استان نفخیز و محروم اومدن خیریه زدن. با چه هدفی؟ مگر چه کار خیری اینا میخواستن انجام بدن که در حیطه اختیارات قانونی مجموعه نبوده؟ آقا استان که بالمجموع در اختیار شما بوده، تمام اختیارات، تمام بودجه، تمام تسکیم گیری ها، تمام امضا دست شما بوده. شما اگر میخواستی کار خیر کنید که خب همونتون وظیفه خودتون انجام میدهد، همه چیز هم که دست خودتون بوده، برای شما دید خیریه زدید. شاید اینجا برسیم به اونجا که چرا یه آدم فاسدی مثل غلامرضا شریعتی که در پرونده فقط همین هفت تپه مستند با اتهامات قوی 220 هزار دلار از اسد بیگی دوز 1 میلیارد دلاری ارزای 4200 گرفته و هیچ کس به پرونده این رسیدگی نمی کنه. من کارکرد اینا رو اینجوری می بینم، توش حتما میخوان پولشویی کنن، حتما میخوان نمیدونم اون
اختیاراتی که دارن در استانا هر کدوم به نحوی بودجهاشو سرازیر کنن به خیریه دیگه، وگرنه اینا خودشون هم بودجه دارن، هم اختیارات دارن، هم مأموریت استانی دارن. کاملا منطقی خیریه زدی. کاملا استدلالتون ساده و منطقی. ساده که میگم انقدر که منم خوب فهمیدم خلاصه، که واقعا درسته. طرف استانداره، نماینده ولی فقیه در استانه، نمیدونم فرمانده ارشد سپاه در منطقه و در استانه. خب اینا برای چی دیگه خیریه تش؟ خب همه چی دست خودشونه. کاملا درست میگین، یعنی این تمام حرفا رو شما زدین. ببینید یکی از فاسدترین آخوندهای حکومت، حالا باز خیریه دیگه که واقعا سعی کرده تا حالا چرا خاموش حرکت کنه، و یکی از مسنترین هاشون هست این آیت الله امامی کاشانی است که آیا عباس پالیزدارم تو سخنرانی افشاگرانه سال 85 تو دانشگاه همدان رو فساد این شخص مثلا که عضو مجلس خبرگان رهبر است و من پیشین مجمع تشخیص و رئیس سابق دیوان عدالت اداری خیلی تاکید داشتن به عنوان یکی از معدنخواران و سنگای قیمتی و اینا. امامی کاشانی 92 سالشه الان اگه بیشتر نباشه، و همچنان دنیا دوستی جنایتکارانه رو واقعا ول نمی‌کنه. میگم جنایتکارانه های کلانتری عزیز، چون یکی از آخوندهای حکومتی است که از واقعا سیرمونی نداره، چنبره زده رو معادن سنگای قیمتی کشور از جمله شرکت‌های اقماریش، بعد مؤسسه خیریه و توانبخشی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه. این خیریه امام کاشانی کی درست شد؟ این شرکت های معدنی که مرتبطن به این خیریه به اصطلاح کدوم هستن؟ چیکار میکنن؟ بفرمایید خواهش. عرض کنم که من یه مقدمه بگم. ببینید آقای امامی کاشانی حدود نیم قرن میشه که متولی موقوفی سپهسالاره. با توجه به منابعی که مرحوم میرزا حسین خان سپهسالار مشیر الدوله برای این موقوفه گذاشته، باور کنید تا ظهور همون ولی عصری که اینا اومدن به اسمش مؤسسه توانبخشی زدن، اینها اگر کار خیر میکردن پول کم نمیارن. من اگر یه بخشیشو بگم از اون وقف نامه 69 صفحه ای واقعا اصلا آدم سرش دود میکشه. یه شهرک امام حسین در اسلام شهر، بیمارستان مطهری همدان، 10 هکتار در حسن آباد قزوین، 116 از سند مالکیت 6309 هکتار زمین، 511 هکتار در اراضی بوین زهرا، 3 دنگ از عرصه سند پلاک 25 اصلی شهر طالاقان، حدود 100 تا مغازه در بازار تهران. فقط یه بخش کوچیک از این موقوفه‌ای که میرزا حسین خان سپهسالار گذاشته برای این به اصطلاح موقوفه سپهسالار. اون وقت اینو کی دادن به امامی کاشانی؟ کی امام کاشانی؟ از اول انقلاب. خیلی جالبه. از اول انقلاب این یه دونه متولیه. اینم جالب، این نکته هم بگم. از سال 1309 تا 1357 که این موقوفه درست شده، 27 تا متولی عوض شده اون دوره. یعنی میانگین سالی در دو سال یه بار یه دونه متولی جدید گذاشتن. از موقعی که انقلاب شده همین یه نفره، انگار که ملک طبق این آقاست. یعنی هیچ کی دیگر پیدا نکردن عوض کنن. ما هم تا اندازه قاجارها هم فکر کنم چیز نداشتیم، تدبیر نداشتیم تو این حوزه. ایشون تمامه، حالا اینا همه جدا، یعنی اصلا خیلی ثروت عظیمی ها، یعنی یکی بیاد همون 69 صفحه وقفنامه رو رسلی کنه دونه دونه، به یک اصلا به یک چیز عجیب غریبی میرسه. ایشون اومده به اسم همین بنیاد توانبخشی ولیعصر با همکاری دامادش آقای وحید اشتیاق و دخترش آقای خانم سوها امامی، 3 تا معدن هم اینها بالا کشیدن از سال 79. یکی معدن سنگ دهبیده، یکی سنگ مرمریت قاسم زغالی در ابرکوه، یکی هم معدن خاک نسوز در گیلان، در سنگرود گیلان.
این سه تا معدن رو کشیدن بالا، کل این فقط این معدن دهبید و یه نمونه شو با تمام اموال منقول و غیر منقولش به صورت قسطی 76 میلیون تومن خریدن قسطی، که معلوم نیست اصلا این قسطی 76 میلیون تومن هم داده باشن. همین معدن دهبید سال 79 سالی 12 میلیون دلار درآمد داشته، همین فقط همین یه دونه دهبید سال 79. توی کل این سالها یک قرون عوارض ندادن به دولت بابت بهره برداری از این معادنی که دارن. حالا شما میرید توی سایتش رو نگاه میکنید، میگن آره ما امسال موفق شدیم 10 تا توانبخش رو جذب کنیم، مثلا اینها رو بهشون کمک کنیم. اصلا شما به این معادله رو بذارید دو تا کفه ترازو ببینید چه فاجعه ایجاد میشه. اصلا چه مرضی داره آخه، چه نیازی داره مثلا یه آدم مثل امامی کاشانی که بره خیریه بزنه فلان نام چیکار کنه؟ یکی که خیریه زدن، این یکی که دارن اون اموال، میگم این منافع که 79 12 میلیون دلار تو این سالا خدا میدونه چند صد میلیون دلار پول داشت. این رفت آمد دامادش آقای وحید اشتیاق به لندن برای چیه؟ یه ورود و خروج ایشون و آقای اینو نیروی انتظامی چک کنید، این مقصد تهران لندن برای چی؟ این همه چیکار میکنن تو لندن اینو چک کنید. و اینکه اینا دارن برای خودشون رزومه سازی هم میکنن، خیلی جالبه. اینا یه موقوفه ای ماره یه خدا بیامرزی به اسم آقای سپهسالار بوده، الان دارن با اموال اونها به اسم خودشون وقف میکنن. موقوفه آیت الله امامی کاشانی، نمیدونم رفتن هتل ساختن، ظاهر سرا ساختن، خیلی کارهای دیگه ای کردن. این دیگه خیلی دارن برای خودشون یک رزومه خیلی هم درست میکنن که 100 سال بعد شاید اگر نباشه این صحبت ها و ثبت نشد و تو تاریخ بیان میگم بله یه آقای امام کاشانه بود، عجب آدم خوبی بود، این موقوف ها و این وقف ها هم ماره ایشونه که وقف کرده. نمیمیره که 100 سال دیگه بیان دربارش بنویسن که 92 سالشه و سرمون رو گنده. آقا من میخواستم عرض کنم خدمتتون که ما تا در فرصت که داریم به یک کی دیگه از خیریه ها که خب مهمه و مال میگم مال باباشونه بپردازیم که میگم مهمه به خاطر این که تا قبل از رئیس مجلس شدن قالیباف خیلی سر صدا کرد. خیریه متوسلین به امام رضا بسیار فعال، دفتر و دستک خیلی لاکچری داره اینا، از زن قالیباف توش هست تا سردار سپاه و ممصادق خرازی عتیقه چی و عباس ایروانی قطعه سازی اعزام که به دلیل فساد 16000 میلیارد تومانی خودشون گفتن سال 98 محاکمه شد اما همچنان مشغول کسب و کار حلال و ایناست. های کلانتری، مجموعه فساد قالیباف از طریق همین مؤسسه خیریه فقط، یعنی از طریق زنش زهرا مشیر استخاره. والا حقیقت اینه که ما این دریای فساد قالیباف هیچ ساحلی نداره، ما نمیتونیم بگیم چقدره. در مورد همین خیریه امام رضا، اون چیزی که رسانه‌ای شد و اسنادش هم منتشر شد فقط یک فقره به اصطلاح 64 هزار متر زمین در یکی از مرغوب‌ترین مناطق تهران بود که به این خیریه هبه کرده بودن و یک کمک بلاعوض 250 میلیارد تومانی. بقیه مشخص نشد، مثل بقیه ابعاد. مگه نقش آقای قالیباف توی هولدینگ یاس مشخص شد با این همه اسناد و صوت و اینایی که اومد بیرون؟ مگه سرنوشت پولهای قاچاق مواد مخدری که آقای روحانی توی مناظره تلویزیونی دیگه به روی آقای قالیباف و ورکوف، اگه من نبودم در دبیرخانه شورای امنیت ملی ممنون نبود چه اتفاق بدی برای شما؟ مگه اون مشخص شد؟ مگه سرنوشت ده ها پرونده دیگه مشخص شد؟ هیچ وقت مشخص نمیشه. برای همین ما همین قدری که به رسانه‌ای میشه و ما میبینیم میتونیم بگیم که در مورد خیریه امام رضا همین 64 هزار متر زمین و اون کمک بلاعوض 250 میلیارد تومانیه. ببینید مؤسسه یه مؤسسه دیگه نیکوکاری یاس فاطمه نبی که اول برنامه اشاره کردم، خیلی فرصت کمی داریم بفرمایید دربارش تا ما نمودارشو بفرمایید. خواهش می‌کنم. این که دیگه از عجوبه‌های خیریه است، یعنی من این اعضای این مؤسسه این خیریه رو کافیه برید تو گوگل سرچ کنی حتما اینا رو با عکس راهلا پیداشون می‌کنی.
یعنی مؤسسین خیریه از خود مهدی جهانگیری قاچاقچی حرفه‌ای است، از آقای جواد پالیزدار دلال مفسدین اقتصادی و امنیتی، آقای مصطفی انصاری متهم پرونده بانک سرمایه 300 میلیارد تومانی، از آقای عباس صمیمی متهم پرونده پتروشیمی گیت با 6 میلیارد دلار پرونده، و همین مثلا آقای احسان تابش، یک خرده بچه متولد 60 پسر علیرضا تابش که قبلا فوت هم کرد، رئیس بنیاد مسکن بود، همین یه دونه بچه رو شما برید ببینید که چه شبکه‌ای برای خودش داره. ده بیست نزدیک 30 تا شرکت با آدم‌های مختلف از نظامی و نماینده مجلس و مدیر کل و مدیر بانک و یه مجموعه عظیم شرکتی داره که ما تو همین روزنامه نظامی پیدا کردیم، اون گرافشو کشیدیم، ما وحشت کردیم که نمیدونم دستگاه نظارتی هم انگار از خواب که چی فکر کنم مردن، همکارشونن قربونتون برم، که بیا آقا اینو بگم آقا چه خبره، داری چیکار می‌کنی، هیچ کی نیست که بیاد بگه، یعنی هیچ اراده‌ای برای مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی وجود نداره. یعنی همه کسایی که یه جورایی تا حالا پاشون به دادگاه اقتصادیشون وا شده یا جزء فهرست بدهکاران کلان بانکی هستن توی یک مدیره این چیچی بود، فاطمه تون نبی هستن. فاطمه نبی خیلی جالب. خیلی ازتون ممنونم. اصلا منو یاد منو یاد میره چی خیلی یاد این پابلو اسکوار میندازه که این قاچاقچی مواد مخدر بود، یه خیریه زده بود اینهایی که میکشتش بچه‌هاشون رو میرفت سرپرستی میکرد که بی سرپرست نبودن. این دقیقاً این خیریه منو یاد پابلو اسکوار. اینا که همین کارم اینا که همین کارم نمیکنن قربونتون برم. پابلو اسکوار که در حکومت شیعه آمریکای جنوبی نبود که، اینا که یک حکومت ایدئولوژیک حاکم شیعه اسلامی باشد در اونجا و همه چی رو با توجیهات دینی و مذهبی بکوبه تو سر مردم. یک دنیا ازتون ممنونم آقای کلانتری که باز در خدمت شما بودیم. من فقط یک نکته رو درباره این آقای مصطفی انصاری، داداش علی انصاری که خیلی جاها علی انصاری به اسم او شما تو فهرست بدهکارای کلان بانکی نگاه بکنید، مفسدان به قول خودشون، اسم مصطفی انصاری هم هست. مصطفی انصاری فقط یک نمونه بهتون بگم که اینا شرکت‌های سوری درست می‌کردن، انواع و اقسام از جمله ماهان فراز و اینها، و حتی با کارت ملی خودش، با شماره کارت ملی خودش به اسم سعید محمدزاده میرفت شرکت‌هایی که خودشون منحل می‌کردن مسئول تصفیه‌شون می‌شد. ببینید دنیا چجوری، من که بدونم اینا نمی‌دونم. بریم پرده آخر. حجاب یه موضوعی است در دستبندی علوم، جزء موضوع کدوم علم قرار میگیره؟ سلامت روان. ما 24 ساعته داریم دین رو تعریف میکنیم برای مردم، پس با چه ادبیاتی گفتیم که این رو تغییر ندادیم؟ حتی بعضی از مدافعین حجاب همینجوری از حجاب دفاع نمیکنن که یک امر عقلانی و مفید فردی و اجتماعی است. بعضی از سیاسیون درجه یک این کشور که مثلا بعضا قبولشون میکنن برای ریاست جمهوری، میرن حجاب و مسخره میکنن رای میارن، دندون پزشکی رو مسخره میکنن رای بیارن، چون حجاب رو یه امر ارزشی میدونن، میگن به عقیده افراد بستگی داره، عقیده تحمیل نکنید. هنوز تو این کشور بی سوادایی هستن که میگن عقیده تحمیل نکنید. شب و روزگار خوش.